به نام خدا. سلام دوستان، محمد محسن خاشعی نژاد هستم از آکادمی سایت لرن. توی این آموزش میخوام به شما نحوه طراحی بازی تیپی پلین یا همون بازی پرواز هواپیما در میان موانع رو با استفاده از موتور بازسازی یونیتی آموزش بدم. برای اینکه شما متوجه بشید قرار هستش که توی این آموزش چه چیزی رو یاد بگیرید، من برای شما دموی این بازی رو به نمایش در میارم و همونطور که بیان کردم با موتور بازسازی یونیتی که در بالا میتونید مشاهده بکنید، این بازی تیپی پلین رو پیاده سازی میکنیم با هم دیگه. بازی تیپی پلین به این صورت هستش که حالا یک پرنده‌ای یا یه دونه هواپیمایی در میان تعدادی از موانع شروع به پرواز میکنه که این موانع به صورت خودکار تولید میشن که ما با هم دیگه میتونیم حتی میزان سختی تولید این موانع رو هم تغییر بدیم. ببینید مثلا الان رنجی که داره تولید میشه یکم سخت هستش و ما شما یاد میدیم که چجوری توی این بازی بیایید و موانعی رو ایجاد بکنید که مثلا راحت تر باشه. و تمامی نکاتی که لازم هستش برای طراحی بازی به سبک مثلا تیپ پلینگ رو براتون توضیح خواهیم داد انشاءالله. و الان نگاه بکنید که خیلی راحت این موانع در حال تولید هستش و دیگه به حساب اون سختی رو نداره. همینطور که در بین موانع این به حساب جسم ما، هواپیمای ما در حال پرواز کردن هستش، اون بالا هم یه اسکوری بهش داده میشه، یعنی امتیازش که حالا بسته به اینکه چه تعداد موانع و پشت سر بذاره اون امتیازش افزایش پیدا میکنه و کلی جزئیات دیگه که در طول این بازی قرار هستش برای شما توضیح داده بشه. تکشرهایی که استفاده شده، کودهایی که نوشته شده، به حساب سینای بازی و آشنا شدن با مفهوم پریفب درون بازی ها. البته تعدادی به حساب آموزش های دیگه هم درون وبسایت سایت لرن قرار داده شده که شما میتونید به اون مراجعه بکنید و از آموزش هایی که توی زمینه به حساب طراحی بازی وجود داره استفاده بکنید که میتونید پس از مراجعه کردن به cyclen.ir از سمت راست آموزش بازسازی رو انتخاب بکنید و آموزش هایی که موجود هست رو مشاهده بکنید. یکی از مهمترین مواردی که درون سایت سایتلن قرار داده شده جامعه ترین پک آموزش مفاهیم بازسازی هستش که در هیچ جای ایران همچین پکی وجود نداره و برای اولین بار این پک آموزش بازسازی به حساب تهیه شده برای شما دوستان عزیز و شما میتونید طی 5 ساعت با تمامی مفاهیم بازسازی آشنا بشید. و حالا خب برادون این سوال هم مطرح میشه که ما چیکار به مفاهیم داریم؟ ما فقط میخوایم مثلا یه بازی طراحی بکنیم، یه چند تا مثلا کدم براش بنویسیم و حالا اون بازی رو یه خروجی دریافت بکنیم ازش، حالا واسه اندروید یا مثلا برای اگزه برای سیستم ها. اما دوستان این نکته رو من برادون توضیح بدم که یاد گرفتن مفاهیم برای اینکه شما تبدیل به یک بازیساز حرفه‌ای بشید اجباری و الزامیه. خیلی از دوستان هزینه میکنن و میرن مثلا تهران کلاس‌های آموزشی مختلفی رو ببینن که به شما داره این مفاهیم رو یاد میده، یا خیلی ها میرن دانشگاه و درس به حساب گیم دیولپمنت رو یاد میگیرن که همین مفاهیم رو به شما یاد میده و تمام اون مفاهیم رو نیازی نیستش که شما در کلاس شرکت بکنید. ما همش رو برای شما آماده کردیم و در قالب 5 ساعت در 5 جلسه مختلف قرار داده شده که شما میتونید پک کاملش رو که پک آموزش های یونیتی به اضافه این مفاهیم بازسازی هست رو از به حساب فروشگاه سایتلند تهیه بکنید با هزینه خیلی پایین که میبینید در این پایین ذکر شده. و این نکته رو براتون توضیح بدم که شما مثلا میخواید یه بازی رو طراحی بکنید که درونش هوش مصنوعی باشه. خب این هوش مصنوعی چجوری باید پیاده بکنید؟ تو این آموزش به شما یاد داده. اینکه میخواید شما یه بازی پیاده سازی بکنید که این بازی جذاب باشه یا فروش داشته باشه چه تکنیکایی باید استفاده بکنید، تمام این موارد توی پکیج مفاهیم بازسازی قرار داده شده که توصیه میکنم حتما یک ساعت اول اون که در قالب 4 جلسه مختلف و به صورت رایگان گذاشته شده رو دانلود بکنید و خودتون قضاوت بکنید که این آموزش به چه صورت هست. ضمن اینکه استقبال خیلی خوبی هم از این آموزش ها صورت گرفته. سایر آموزش‌های دیگه هم در زمینه بازسازی هست، مثل آموزش طراحی بازی پونگ یا آموزش مفاهیم دیگه.
تو این آموزش قرار هستش که یکی دیگه از آموزش‌های مهم رو با یونیتی با هم دیگه داشته باشیم و می‌خوایم به شما یاد بدیم چجوری بازی تیپی پلینگ رو طراحی بکنید. انشالله توی جلسه آینده با هم دیگه شروع می‌کنیم به طراحی سین اولیه بازی، یعنی المان‌های مختلف رو طراحی می‌کنیم.